همه ما نیاز داریم که ایمان ما تقویت بشه و به دنبال چیزی هستیم که در ایمان رشد بکنیم و بیشتر از خداوند درک بکنیم، بفهمیم و به اون نزدیک بشیم. اشخاصی رو من دیدم، ملاحظه کردم که اومدن و خواستن که براشون دعا بکنیم تا خدا ایمانشون رو تقویت بکنه، ولی در کلام خدا ما به این چیز برخورد نمی کنیم که با دعا کردن ایمان ما رشد بکنه. ممکنه با بیشتر دعا کردن در ایمان بمانیم، ولی رشد ایمان بستگی به کلام زنده خداوند داره. در کتاب رومیان 10:17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و بعضی اوقات برای ما این سوال پیش میاد، شنیدن منظورش چیه؟ یعنی که یه نفر باید کتاب مقدس رو برای من بخونه، من بشنوم و همینجوری میشه من سی دی بذارم و سی دی رو گوش بکنم و ایمانم تقویت پیدا میکنه. ولی کلام خدا رو اگر یه مقدار عمیق‌تر مطالعه بکنیم میبینیم که این مسئله سه نوع داره. نوع اول اینه که ما کلامو میشنویم، یا به صورت موعظه کسی موعظه میکنه کلامو میشنویم، یا اینکه موقعی که ما مطالعه میکنیم و کلامو موقع خوندن صدای خودمون رو میشنویم. اگر به خاطرتون باشه موقعی که شما مدرسه میرفتین، مادر پدرتون از شما میخواستن موقعی که دارین مشق مینویسین، چون مشقو به ما میدادن که بهتر درک بکنیم، بهتر یاد بگیریم، بخون و بنویس. ما موقعی که ما میخونیم نه تنها با چشمانمون میخونیم، بلکه با دهان موقعی که بازگو میکنیم از گوشامون میشنویم. پس اینجا یک موردش به این صورتی که ما موقعی که میشنویم ایمانمون تقویت میشه، یا به صورت موعظه یا به صورت خوندن که عالیه. مورد دوم شنیدن از این صورته که اگر یادتون باشه مادر پدرها موقعی که به ما رو نصیحت میکردن به ما میگفتن تو نمیشنوی حرفای منو، نه که نمیشنوی بلکه گوش نمیدی. یعنی اینکه موقعی که ما میشنویم باید عمل بکنیم، موقعی که ما میشنویم باید مطابق اون زندگی بکنیم. در کتاب متا میبینیم دو پسر وجود داشتن که پدرشون از اونا میخواد که برن به تاکستان و در تاکستان کار بکنن. اولی به پدرش میگه نمیرم و بعد از مدتی میره و دومی رو ازش میخواد که بره و اون میگه میرم ولی نمیره و سوال میکنه عیسی مسیح کدوم یکی اراده پدر رو انجام دادن؟ همه میگن اون پسر اولی. پس موقعی که ما میشنویم باید چیکار بکنیم؟ باید اجرا بکنیم، باید اقدام بکنیم، باید فکر بکنیم، باید در مورد اون تفکر بکنیم و سعی بکنیم اون کلامو در زندگی خودمون عملی بکنیم. قسمت سوم به این صورته که موقعی که کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، خدا توسط روح القدس در قلب‌های ما با ما صحبت می‌کنه. ممکنه یک کلامی رو توی کتاب مقدس تو خونده باشی، در موعظه شنیده باشی، ولی بعداً خداوند اونو از طریق قلب تو، از درون تو و از طریق روح القدس با تو شروع به صحبت می‌کنه. و اون نوع سوم شنیدنه، اون نوع سوم شنیدنه که مستقیماً صدای خداست. برای من اتفاق افتاده بارها که حتی جای یک آیه رو من نمیدونستم و حتی نمیدونستم همچین آیه‌ای وجود داره، روح القدس جای اون آیه رو نیز به من گفت و در قلب من صحبت کرد. موقعی که کتاب مقدس رو باز کردم در اوائل ایمانم، حتی من کتاب مقدس یک بارم نخونده بودم که به اون قسمت برسم. پس اگر هر روز ما با کلام رابطه داشته باشیم، بشنویم، بخونیم، مطالعه بکنیم، خواهیم دید که زندگی روحانی ما روز به روز ترقی میکنه، رشد میکنه و خدا شروع میکنه به استفاده کردن از ما برای جلالش. خدا برکتتون بده.